سلام دوستای عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوش و سرحال باشین. عزیزان، امروز تصمیم بگرفتم بنا به درخواست شما یک ویدیو در مورد ای که چه وسایلی به کمپین نیاز داریم درست کنم. من در این ویدیو فقط مهمترین وسایل کمپین برای شما معرفی میکنم. خدا کنه که این ویدیو برای شما مفید باشه و من تا آخر ویدیو همراهی کنم. خب عزیزان، حالا میریم خود هم میبینیم که به کمپین چه وسایلی نیاز داریم. خب دوستان عزیز، اولین و مهمترین چیزی که من خواستم اول بری شما معرفی کنم ای کارگو کریره. ای بری اینه که اگر شما فضای کافی بری انتقال وسایل کمپینگ نداریم و یا موتر شما خورده، شما میتونیم از ای کارگو کریر بگیریم و نصف وسایل به تایی انتقال بدیم که واقعا خیلی کمک میکنه و خیلی خوبه. اینا که هست هر سایزی رو داره، شما میتونیم اینا از سایت آنلاین والمارت، آمازون و بیشتر فروشگاه ها داره خریداری کنیم. واقعا خیلی کمک میکنه و خیلی هم راحته بری که اگر موتر خورد باشه و یا هم فضای کافی به تم موتر نباشه، بری انتقال وسایل کمپینگ از این کارگو کریر خریداری کنه. دومین چیزی که بری آمدن به کمپینگ نیازه خیمه هست که خیلی مهمه. من خواستم چند نکته در مورد خیمه بری شما بگم. اگر تعداد فامیل شما 4 نفره، بری که شما فضای کافی به تخت خیمه داشته باشیم، شما خیمه 6 نفره بگیریم. و اگر تعداد فامیل شما 6 نفره، شما خیمه 8 نفره بگیریم. بازی رقم شما فضای بیشتری به تخت خیمه داریم و حال میریم خود هم داخل خیمه را میبینیم و خیمه هم فرق میکنه. انواع خیمه خود هم شکل نا رنگ اینا، باز شما هر رقم که دوست داشتین میتونیم که به همون رنگ و به همون مدل خریداری کنه. خب حالا میریم خود هم داخل خیمه را میبینیم که بری خواب چه چیزایی لازم داره. و ایم داخل خیمه ما دوستان عزیز، ما تعداد فامیل ما 4 نفره، منتها ما خیمه 6 نفره خریداری کردیم. بری که فضای کافی داخل خیمه باشه، به این قسمت نیاز داریم به این چراغا که باید خریداری کنیم. بری شب و این جگا هم چراغ دستی نیاز داریم و همچنان دوستان عزیز، بری که حال فصل خزانه و هوا از طرف شب سرد میشه، حتما باید که بری تفلاخو از این تختا خریداری کنیم. من این تخت بری دخترخو خریدم، طوری که میبینین اینا از زمین فاصله زیادی داره و خودخو سلیپینگ بگ هم داره و همچنان اینا بدون سلیپینگ بگ هم فروخته میشه که شما هر رقمی که دوست داشتیم میتونیم خریداری کنیم. و طوری که میبینین این سلیپینگ بگا واقعا خیلی خوبه، گرم نگاه میکنه و خیلی راحت میتونیم که این سلیپینگ بگ از تخت جدا کنیم. به این رقم دکمه داره و خیلی راحت از تخت جدا میشه. و اینم اندازه تخت که به هر اندازه اینا هسته که شما میتونیم هم بری بزرگسالا و هم بری طفلا خریداری کنیم. و همچنان ای اندازه را من بری پسر خریداری کردم و اینا هم سلیپینگ بگه که واقعا خیلی خوبه، اینا گرم نگاه میکنه. بری که از طرف شب آب و هوا سرد میشه، باید به تمام اعضای خانواده از این سلیپینگ بگا هم خریداری کنیم. من یکی رینجگا باز گذاشتم که بری شما نشون بدم. دوستان عزیز، واقعا خیلی جنس خوبی داره و خیلی هم گرم نگاه میکنه و به هر اندازه ای سلیپینگ بگا پیدا میشه میتونیم که خریداری کنیم. و همچنان نیاز دارین به بالشت و پتوی اضافه به فصل خزان، بری که هوا به هوا سرد میشه و گرم بمانیم. و بری بزرگ سالا هم میتونیم که از این تختا خریداری کنیم و همچنان از اینا هم میشه خریداری کنیم. از اینا هم بری بزرگ سالا پیدا میشه و اینا هم هسته، هر کدومی که شما دوست داشته میتونیم که خریداری کنیم. اینا که هسته این خوبی داره که از زمین زیاد فاصله داره و اینا شما میتونیم که هم خود پمپ برقی و هم خود پمپ دستی باد کنیم و خیلی خوبه.
و همچنان باید پتو و بالشت اضافه هم داشته باشن. و همچنان دوستان عزیز نیاز داریم به این کاناپه یا سایوان. این خیلی خوبه بری که اگر شما به فصل به کمپینگ میاییم که آب و هوا گرم باشه، شما از این سایوان ها خریداری کنیم. اینا خیلی خوبه، اینا هم هر سایزیر داره. نظر به تعداد فامیل شما میتونیم که اندازه اینا رو انتخاب کرده و خریداری کنیم. و همچنان بری که اگر شما به کمپینگ میاییم بارون بشه، شما راحت میتونیم که به زیر این سایوان بشینیم. و همچنان این خوبی داره که شما میتونیم اینا رو به میله هم که بریم استفاده کنیم به کمپینگ. واقعا خیلی خوبه. این سایز بزرگیه که ما خریداری کردیم. و بری انتقال مواد غذایی، شما نیاز داریم به کلمن، این جعبه های پلاستیکی و ساک، و حداقل باید دو تا کلمن داشته باشیم، یکی بری انتقال گوشت و یکی هم بری انتقال آب و نوشابه. و این جعبه های پلاستیکی بری انتقال مواد غذایی و همچنان ساک. دوستان عزیز، مهمترین چیز بری آمدن به کمپینگ که حتما شما باید خودی خودیشته باشین ای کمک های اولیه، حتما یکی از اینا خریداری کنیم. و همچنان مهمترین چیز دیگه که شما باید دیشته باشیم ای اسپری ضد پشه. بری که اینجا جنگل پشه زیاده، پس حتما باید که از ای اسپری پشه خریداری کنیم. بری پخت و پس شما دو انتخاب داریم. انتخاب اول اینه که از ای اجاق گاز خریداری کنیم. ای که هست واقعا خیلی چیز خوبیه. از اینا که هست هم دو شعله‌ای پیدا میشه و هم یک شعله‌ای، و خیلی چیز خوبیه. فضای زیادی نمیگیره، طوری که میبینین خود خود جعبه داره و خیلی راحت انتقال داده میشه. و همچنان اینا خود خود گاز داره که اینا جداگانه شما میتونیم خریداری کنیم و به این قسمت وصل میشه. به این قسمت گاز وصل میکنیم و خیلی راحت شما میتونیم که صبحانه درست کنیم، غذا درست کنیم. و انتخاب دوم اینه که آتیش روشن کنیم و غذا درست کنیم و چای دم کنیم. منتها ای اجاق که هست خیلی خوبه و ای خوبی داره که شما میتونیم بری تفلاخ و همون لحظه که گشنه میشه غذا درست کنیم، صبحانه درست کنیم. و حتما باید یکی از اینا هم بری خریداری کنیم، بری آسانی کار. و بری آب میکنیم که از این بشکه ها خریداری کنیم. بری که بعضی کمپسایت ها به هر کمپسایت شیره ها به منتها بعضی جاها که هست باز شیر آب مشترکه، پس شما میتونیم که از این بشکه ها هم بری آب خریداری کنیم. و چای جوش بری چای، که چای روی آتیش خیلی عالیه. و چیز بعدی که نیاز داریم میز خود چوکی که باید حتما از اینا دیشته باشیم. و بری سرگرمی تفلاخو میتونیم که از ای همک و یا گازک خریداری کنیم. این هم از وسایل کمپینگ که میبری شما معرفی کردم، می مهمترین وسایلی که نیاز بود معرفی کردم. خدا کنه که این ویدیو بری شما مفید باشه و استفاده کنین. اگر شما هر نوع سوالی که داشتین به بخش کامنت بریم کامنت بفرستین، می به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. و بری شما هم هر جای دنیا که هستین آرزوی خوشی و سلامتی میکنم. شما رو به خداوند کریم میسپارم. خداحافظ.